بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت محصلین عزیز. درس خود ما در ویدیو می خواهیم از قسمت انواع شاخص ها آغاز کنیم. در ویدیو قبلی شاخص ها را ما گفتیم که به دو بخش تقسیم میشه، یک شاخص ساده بود و یکم شاخص مرکب. ما در این قسمت می خواهیم که از شاخص ساده درس خود آغاز کنیم و روی شاخص ساده بیم یک مثال به شما واضح بسازیم. شاخص ساده یا شاخص قیمت نسبی میگن، عبارت از شاخصی است که تغییرات قیمت را برای یک کالای خاص در طول زمان نشان میده، در طول یک زمان مشخص نشان میده. خب در قسمت کاربرد شاخص ها ما گفته بودیم که قیمت یک کالا و در یک زمان مشخص، یکی چگونه قیمت یک کالا را در یک زمان ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، در این قسمت شاخص قیمت نسبی ما میتونیم کار کنیم. که شاخص قیمت نسبی عبارت از شاخصی است که تغییرات قیمت یک متاع را در یک زمان مشخص به ما نمایش میده. پس شاخص، اگر ما شاخص قیمت نسبی را فاصله باشیم سنجش کنیم، شاخص قیمت با آی ما نمایش میدیم. آی مساوی میشه به پی ان بر پی صفر ضرب در صد. طبق از این فرمول ما میتونیم که شاخص قیمت نسبی را سنجش کنیم، که در این فرمول آی خودش، منظور ما از شاخص، خب شاخص در یک زمان مشخص، از هر زمانی که ما خواسته باشیم این را نمایش میده. پی ان قیمت همون متا را در زمان ان نشان میده، قیمت متا در زمان ان، و پی صفر قیمت متا در سال یا زمان اساس میگیم یا پایه میگیم، و صدام به خاطر که شاخص ها گفتیم نتیجه ما را همیشه به اساس فیصدی نمایش میده، پس نیاز است که اینجا اطلاعات خود ما تقسیم به ضرب در صد بسازیم تا اطلاعات ما به صورت فیصدی ها تبدیل شد. پس در اینجا گفتم میتونیم که شاخص مساوی میشه به پی ان، یعنی قیمت متا در زمان ان بر قیمت متا در زمان پایه ضرب در صد. بر اساس فرمول ما میتونیم که شاخص قیمت نسبی را سنجش کنیم یا شاخص ساده. به خاطر فهم بیشتر ما هیچ مثال را که در نظر گرفته می است که فرض کنید قیمت یک کیلوگرم شکر در سال 1350 و 1360، قیمت یک کیلوگرم شکر در سال 1350 و سال 1360 ما در نظر می گیریم که قیمت از یا به ترتیب گفته شده 25 افغانی و 30 افغانی است. در سال 1350 قیمت یک کیلوگرم بوره یا شکر اگر 25 افغانی بوده باشه، در سال 1360 هم فرض کنیم که 30 افغانی است. 30 افغانی. بله، در اینجا گفتن که شاخص قیمت نسبی را برای متا شما دریافت کنین در سال 1350 و 1360، در صورتی که سال 1350 سال اساس ما باشد. قیمت یک کیلوگرم بوره یا شکر در سال 1350 25 افغانی است، در سال 1360 هم 30 افغانی بوده. در اینجا شاخص قیمت، یعنی تغییرات قیمتی که با وجود آمده منظور ماست، ما میخواییم دریافت کنیم در صورتی که سال 1350 سال اساس باشد. پس سال 1360 به اساس سال اساس، یعنی سال 1350 ما باید مقایسه کنیم. پس از اینجا ما مطابق فرمول نوشته کرده میتونیم که شاخص سال 1350 بر 1360، سال 1350 و سال 1360 مساوی میشه به پی ان بر پی صفر، یعنی قیمت سال 1360 بر قیمت سال 1350. اینطور نوشته میکنیم قیمت سال 1360 بر قیمت سال 1350 ضرب در صد. پس از این ما نتیجه گرفتم میتونیم که قیمت ها در سال 1360 بوده 30 افغانی و در سال 1350 بوده 25 افغانی ضرب در صد. این را اگر ما ساده بسازیم میشد
120% این را سی را تقسیم بر 25 کنیم، نتیجهش از ضرب در 100 بسازیم، مساوی میشه به 120%. پس شاخص قیمت نسبی بر سال 1350 و سال 1360 در قیمت یک متا در صورتی که سال 1350 سال اساس باشه مساوی است به 120%. منظور از 120% چی است؟ هدف ما این است اگر نتیجه را ما تفسیر کنیم، میم قیمت یک کیلوگرم بوره، قیمت یک کیلو گرم بوره یا شکر در سال 1360 به اندازه 20% افزایش نموده است. یعنی قیمت اگر در سال 1350 100% باشد، در سال 1360 120% شده. یعنی 20% قیمت های ما نظر و سال 1350 در سال 1360 یک افزایش نشان میده. خب در قسمت شاخص نسبی صرف یک متا بود، در دو زمان ما مقایسه کردیم. بعد از این موضوع شاخص مرکب مطرح میشه. شاخص قیمت مرکب، این شاخص به نوبه خود به دو بخش تقسیم میشه، یک شاخص وزنی و یکی هم شاخص قیمت غیر وزنی. شاخص مرکب به دو بخش، شاخص قیمت وزنی و شاخص قیمت غیر وزنی تقسیم میشه. اول بخوایم که شاخص قیمت غیر وزنی را موازی بسازیم. شاخص قیمت غیر وزنی زمانی که ما وزن جنس در نظر نگیریم بلکه محاسبه کنیم بر اساس قیمتهایشان، در چند قیمت چند متا را در نظر میگیریم. شاخص مرکب شاخصی بود که چند متا و چند زمان بود. ما در شاخص قیمت غیر وزنی، شاخص مرکب، ما میخواهیم که وقتی غیر وزنی میگیم، ما همین تغییرات در قیمت ها را به اساس قیمت میخواهیم سنجش کنیم، نه بر اساس مقدار. پس در این ما نوشته کرده میتونیم که در شاخص قیمت غیر وزنی از این فرمول استفاده میشه، یعنی آی مساوی است به مجموعه پی ان بر مجموعه پی صفر ضرب در 100، در صورتی که آی از یک آغاز شده باشد به که ختم و اینجا هم آی از یک آغاز شده باشد به که ختم. بر اساس این فرمول ما میتونیم که شاخص قیمت غیر وزنی را سنجش کنیم. یک مثال اینجا آوردیم. مثال آمده که شاخص قیمت های مواد غذایی مندرج در جدول بر مبنای سال پایه 1360 را محاسبه کنید. در این ما چند سال در نظر گرفتیم. یک سال 1370 است. سال 1370. 1369 و سال 1368. سال 1368. در سال 1370 قیمت است مقدار، قیمت و مقدار. در سال 1369 هم قیمت و مقدار است. در این سال هم قیمت جنس است و مقدارش است. اگر ما کالاهایی را که در اینجا در نظر گرفتیم به شکل باشه، خب اینجا نوشته میکنیم کالا مساوی است یک برنج، روغن و گوشت. برنج، روغن و گوشت. قیمت از یاد در این سال ها چگونه بود؟ در سال 1370 مقدار است 41 ده 20، 41 ده و 20. قیمت هایش هست 105، 160، 160 و فرض کنیم 250. ببینید اینجا در سال 1307 ما مقداری را که نیاز داشتیم یا خریداری کردیم 41 کیلوگرم بوده، 10 کیلوگرم بوده و 20 کیلوگرم بوده. 41 کیلوگرم برنج، 10 کیلوگرم روغن و 20 کیلوگرم گوشت. قیمت 1 کیلوگرم، این قیمت ها به اساس فی واحد است. قیمت 1 کیلوگرم
برنج 105 افغانی بوده، از 1 کیلوگرم روغن 160 افغانی، 1 کیلوگرم گوشت هم بوده 250 افغانی. در سال 1369 36 کیلوگرم خریداری شده و 9 کیلوگرم روغن، 19 کیلوگرم هم گوشت خریداری شده. قیمت ها در سال 1369 چه قسم بوده؟ در سال 1369 قیمت 1 کیلوگرم برنج 125 افغانی، از 1 کیلوگرم روغن 140 افغانی، 1 کیلوگرم گوشت هم بوده 200 افغانی. در سال 1368 38 کیلوگرم برنج خریداری شده و 10 کیلوگرم روغن، 16 کیلوگرم گوشت. قیمت های از اینا قیمت به این شکل بوده. در سال 1368 115، 115، 120 و 180. در سه سال ما سه مقداری را که در اینجا در سه جنس در نظر گرفتیم و سه قیمتی را که در هر سال ما در نظر گرفتیم با یک دیگر متفاوت است. در اینجا در شاخص غیر وزنی ما می خواهیم تغییراتی که در قیمت های یک سال با قیمت های سال دیگر به وجود آمده اینا را ما مقایسه می کنیم که چقدر تغییرات به وجود آمده. پس ما در اینجا فرمول داریم که آی مساوی میشه با پی ان بر پی صفر ضرب در صد. پس نوشته می کنیم اگر از سال 1368 و 69 را ما مقایسه کنیم، در این ما نوشته میتونیم که قیمت هر متا را از سال 1369 را که 125، 140 و 200 است با قیمت سال 1368 که 115، 120 و 180 است ما در نظر بگیریم. قیمت سال 1368 و 1369، سال 1369 به این شکل میگیریم، 125 قیمت جمع، 140 جمع بر 200 بر 115 جمع، 120 جمع 180 ضرب در 100. در شاخص قیمت غیر وزنی ما با وزن جنس سر و کار نداریم، صرف قیمت ها را در نظر می گیریم. اینجا اگر سال 1368 ما سال اساس در نظر بگیریم یا سال پایه، این دو سال دیگر را می خواهیم به مقایسه از او سنجش کنیم. پس قیمت های سال پایه در مخرج نوشته می شه، قیمت های سال اساس هم از این سه جنس ما در صورت نوشته می کنیم. دوباره ضرب در صد می سازیم تا به شکل فیصدی به ما نتیجه را نشان بده. اگر ما اینا را جمع کنیم، صورت هم مخرج هم جمع کنیم، نتیجه تقسیم و ضرب در صد بسازیم، نتیجه آخری ما میشه 120%. 120%. معنای از این چی است؟ معنایش این است که قیمت این کالاها در سال 1369 با مقایسه سال 1368 به 120% افزایش کرده، یعنی 20% افزایش کرده نظر به سال قبل. سال 1368 اگر 100% بوده باشه قیمت های ما، سال 1369 120% است، یعنی 20% قیمت ها از سال 1368 تا سال 1369 یک افزایش نشان میده. حالا اگر ما خواسته باشیم که امی تغییرات قیمت در سال 1370 با سال 1368 مقایسه کنیم، به این شکل نوشته میکنیم مطابق همین فرمول میگیریم که 105، 160، 250 قیمت هایی است که در سال 1370 است. 105 جمع، 160 جمع، 250 بر قیمت هایی که در سال اساس یا سال پایه است. 115، 120، 180. 115 جمع، 120 جمع، 180 ضرب در صد تا به فیصدی نمایش داده شد. پس این نتیجه، اگر ما صورت هم جمع کنیم، مخرج هم جمع کنیم، نتیجه صورت تقسیم بر مخرج، ضرب در صد بسازیم، میشه 124%. 124%. این معنایشی است که قیمت ای سینه و کالا در سال 1370 و مقایسه سال 1368 24% افزایش کرده، یعنی قیمت ها از سال 1368 تا سال 1369
20% افزایش کرده بود، اما در سال 1370 و مقایسه سال 1368 24% افزایش نشان می‌ده. به این شکل ما می‌تونیم که سال 1369 را پایه قرار بدهیم و سال 1372 با مقایسه سال 1369 مقایسه کنیم. اینا را می‌تونیم در مخرج قیمت‌ها را نوشته کنیم، این قیمت‌ها را در صورت نوشته کنیم، نتیجه هر چه که شد ضرب در صد بسازیم. تغییرات قیمتی که از سال 1369 تا سال 1370 هم به وجود آمده، اونا را ما می‌تونیم که مقایسه کنیم. پس به صورت خالص در شاخص قیمت‌های غیر وزنی ما با وزن متاها کار نداریم، صرف قیمت از اونها را در نظر میگیریم. نظر به قیمت اجناس هر چند جنسی که داشتیم، ما میتونیم که تغییرات قیمت از یک سال نظر به سال دیگه به شکل که سنجش کردیم به تصویر. درس ما در این قسمت به پایان میرسد. الله حافظ و نگهدار شما.